سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واکنش های تند در برابر اظهارات اخیر سید حامد گیلانی رهبر حزب مهازی ملی افغانستان. آقای گیلانی این گفته هایش را که رهبران طالبان در افغانستانند چگونه توجیه می کند؟ وزیر خارجه ایران می گوید هیچ کشوری نمی تواند امنیت خود را به بهای بی ثبات کردن همسایگان خود فراهم کند. اشاره او به کدام کشور هاست؟ و در جشنواره جوایز گلدن گلوب امسال تمرکز روی کمپاین مبارزه با اذیت جنسی بود. ضمناً خواهید شنید که برندگان این جوایز معتبر دیشب کیها بودند. سلام، به تلویزیون آشنا صدای آمریکا که همزمان از طریق فیسبوک نیز نشرات دارد خوش آمدید. احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز دوشنبه 18 جدی سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. اظهارات سید حامد گیلانی رهبر حزب مهازی ملی افغانستان مبنی بر این که گویا رهبران طالبان در داخل افغانستان حضور دارند، از ریاست اجرایی گرفته تا ریاست امنیت ملی، ولیسی جرگه و مشان جرگه واکنش های تندی در پی داشته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در سخنانش گفتگه های رهبر حزب مهازی ملی اسلامی افغانستان را نادرست خواند. رئیس ولیسی جرگه نیز بیانات آقای گیلانی را خلاف منافع ملی خوانده است. عبدالله عبدالله در واکنش به گفته های رهبر حزب مهازی ملی افغانستان می گوید که این که رهبران طالبان در کجاست و از سوی چه کسان حمایت می شوند روشن است. یکی که افغانستان همیشه خواسته با همسایه‌اش روابط خوب داشته باشه و این نیت خود نشان داده. یکی یک واقعیت های تلخی که وجود داره از جمله وجود پایگاه تروریستی در حمایت از طالب ها در بیرون از کشور و وجود رهبرانشان و حمایت از رهبران. دیگه اینا واقعیت هایی نیست که ما ای را انکار کنیم و به شکل دیگه به خورد مردم افغانستان بدیم. سال هاست مقام های افغانستان بر حضور رهبران طالبان و دیگر گروه های هراس افغان در پاکستان تاکید دارند. مرگ ملا محمد عمر و کشته شدن اسامه بن لادن در این کشور می توانند مهر تایید بر این ادعاها بگذارند. اما رهبر مهازی ملی یگانه کسی در افغانستان است که از حضور رهبران طالبان در پاکستان نه در افغانستان سخن میزند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که اظهارات خلاف واقعیت ها اعتبار کسانی را که چنین ابراز نظر میکنند زیر پرسش میبرد. آنهایی که میگویند رهبری طالبان جای دیگر است توان کاری ندارند. بهانه می گیرند. اکثریت رهبری طالبان در کشور خود هستند. از سوی هم ریاست امنیت ملی افغانستان نیز با پخش اعلامیه اظهارات آقای گیلانی را غیر مسئولانه و به دور از اطلاعات دانسته و افزوده است که اطلاعات دقیق نشان می دهند که رهبران طالبان و دیگر گروه های تروریستی در شهرهای بزرگ پاکستان به سر می برند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. نظر شما در مورد گفته های رهبر حزب مهازی ملی اسلامی افغانستان چیست؟ آیا واقعا رهبران طالبان در داخل افغانستانند؟ تبصره هایتان را از طریق فیسبوک دری صدای آمریکا با ما شریک سازید. همکارم لحظاتی بعد آن را در همین برنامه مرور خواهد کرد. مقامات آمریکایی میگویند که چین میتواند در متقاعد ساختن پاکستان برای متلاشی ساختن پناهگاه های دهشت افغانان نقش داشته باشد. چین که طی هفته‌های اخیر پس از تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا و پاکستان به دفاع از اسلام آباد سخن می‌زند، در واکنش به درخواست دیروز مقامات آمریکایی گفت که چین از همه اقدامات ضد دهشت افغانی حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت: در رابطه با پرسشتان مبنی بر این که آیا چین از پاکستان دفاع یا حمایت میکنم، میتونم بگویم که چین از کشورهای دفاع میکند که منصفانه تقلا میورزند تا در برابر تروریسم بجنگند. البته پاکستان یکی از آنها بوده و این فهرست به پاکستان محدود نمیماند. این که آیا چین در این بخش با امریکا همکاری خواهد کرد، طوری که گفتم ما در همه همکاری‌های بین‌المللی ضد دهشت افغانی مبتنی بر برابری و احترام متقابل سهم می‌گیریم و از آن حمایت هم می‌کنیم.
در همین حال خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته که پاکستان دیگر متحد امریکا نیست. او افزوده موقف‌گیری اخیر امریکا در برابر پاکستان رویه‌ای نیست که یک کشور با متحد خود پیش کند. ایران میگوید که کشورها نمیتوانند امنیت خود را با تلاش برای بی‌ثبات کردن همسایگان خیش تضمین کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در یک کنفرانس سالانه امنیتی در تهران گفت که هیچ کشوری نمیتواند امنیت خود را به بهای بی‌ثبات کردن همسایگان خیش تأمین کند و چنین باور در جهان مدرن توهم خطرناک بیش نیست. در حالی که در تظاهرات ضد حکومتی اخیر در ایران حداقل 21 تن در سرتاسر آن کشور جان سپردند، وزیر امور خارجه آن کشور هشدار داد که سیاست‌های بی‌ثبات‌سازی دیگر کشورها می‌تواند قبل از دیگران به خود آغازگر آن سیاست آسیب برساند. هیچ کشوری نمی‌تواند به قیمت ناامن کردن همسایگان خود برای خود تولید امنیت کند. چنین تصوری در جهان به هم پیوسته کنونی توهمی خطرناک است. ظریف همچنین از ایالات متحده برای باقی ماندن در سوریه انتقاد کرد و آن را پالیسی مخرب و تشدید تشنج خواند. آمریکا هنوز نسبت به واقعیات عینی در سطح منطقه بی‌توجه است و با ادامه حضور نامشروع خود در خاک سوریه بر پیگیری سیاست‌های مخرب و تنش‌زای خود اصرار دارد. رسانه‌های دولتی ایران، عربستان سعودی را به تحریک بی‌ثباتی در کشور محکوم کردند. لکن مایک پامپیو، رئیس اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA، نقش این اداره را در تظاهرات ضد دولتی در ایران رد کرد، اما پیش‌بینی نمود که نارامی‌های خشونت آمیز هنوز پایان نیافته است. این تظاهرات توسط مردم ایران آغاز، ایجاد و توسط خود آنها ادامه یافت که آنها در آن خواهان بهبود شرایط زندگی و ختم رژیم مذهبی شدند. از جانب دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اظهارات امروز دوشنبه‌اش گفت معلوم می شود اهداف واقعی در اعتراضاتی که ایران را تکان داد صرف به دلیل اقتصاد آن کشور نبود، بلکه قدرتمند بوده و مخالفت محافظه‌کاران با برنامه‌های برای گسترش آزادی‌های فردی در کشور و تصفیه حساب در خارج از کشور بود. روحانی گفت او خواستار آزادی محصلان بازداشت شده برداشتن محدودیت‌ها در رسانه‌های اجتماعی شده است. در همین حال راهپیمایی‌های حامیان حکومت ایران بر روز یکشنبه برای پنجمین روز متواتر همچنان ادامه داشت که در واکنش به بزرگترین تظاهرات ضد حکومت از سال 2009 بدین سو صورت گرفت. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. با آغاز هفته تازه در آمریکا، شهر واشنگتن نیز به طور معمول با رویدادهای تازه و مهم سیاسی روبرو می باشد. موضوعات داغ سیاسی این هفته را همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده که از جلوی امارات کنگرس با ماست. عزیز جان، در جریان این هفته سیاستمداران در واشنگتن روی کدام مسائل عمده سیاسی بحث خواهند کرد؟ آقای لامی، طوری به نظر میرسه که واشنگتن یک هفته مصروف را در پیش رو داره. اگر در رابطه با موضوعات مرتبط به سیاست خارجی اشاره کنم، میتونم بگویم که ایران یکی از موضوعات است که در صدر اجندا قرار داره. حکومت واشنگتن تا پایان از این هفته مهلت داره تا تصمیم بگیره که آیا امو تعذیرات را که بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 از ایران رفع شده بود او را دوباره بر تهران وضع کند یا خیر. وزارت خارجه گفته که بس روی از این تصمیم جریان داره و رئیس جمهور خودش شخصا او را تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد. در کنار ایران، موضوع مهم دیگه که است او مربوط به رسیدگی به کوریای شمالی و تهدیدات هسته‌ای از او کشور می باشه و به این ترتیب دریافت راه‌حل‌های ممکن به خاطر پایان بخشیدن تشنج در روابط میان ایالات متحده و کوریای شمالی خواهد بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درست قبل آغاز دوباره مذاکرات میان کره شمالی و جنوبی را امیدوار کننده خواند و راه را برای اشتراک امریکا در این روند باز نگه داشت. من بسیار میخواهم تا ببینم که این کار میان هر دو کشور نتیجه بدهد. میخواهم ببینم که هر دو کشور در رقابت های المپیک نیست دخیل باشند و ممکن بهتری در کارها از همین جا آغاز شود. در یک موقع مناسب ما نیز دخیل خواهیم شد. سال گذشته رئیس جمهور ترامپ گفته بود که رکس تیلرسون وزیر خارجه اش با پیشنهاد مذاکرات با پیونگ یانگ وقت خود را ضایع می کند. اما حالا مقامات ارشد امریکا می گویند که با برداشتن گام های بزرگ از سوی کره شمالی مذاکرات با آن کشور امکان پذیر است. بله، می تواند زمانی وجود داشته باشد که ما با کره شمالی مذاکره کنیم، اما قبل از آغاز این مذاکرات کارهای زیادی باید صورت گیرد. کره شمالی باید آزمایشات اتمی و میزایلی خود را توقف دهد. آنها باید خواستار صحبت در مورد توقف برنامه هسته‌ایشان باشند. کره شمالی در سال 2017 مجموعاً 23 میزایل بالاستیک را در 16 آزمایش جداگانه انجام داد. در آخرین مورد، پیونگ یانگ با تاریخ 29 نوامبر 2017 یک میزایل بالاستیک قارپیمایی را آزمایش کرد که در تناسب با سایر میزایل‌های آزمایش شده آن کشور بلندتر پرواز کرد و توان طی کردن فاصله بیشتر را داشت. کره شمالی گفته است که میزایل‌های بالاستیک آن کشور قادر است همه نقاط امریکا را هدف قرار دهد. همچنان در یک پیام سال نو، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت که او دکمه هسته‌ای را در اختیار دارد و بار دیگر هشدار داد که با سلاح هسته‌ایش می تواند همه نقاط امریکا را هدف قرار دهد. در واکنش به این سخنان رهبر کره شمالی، رئیس جمهور ترامپ نیز گفت که او نیز یک دکمه از تسلیحات هسته‌ای را در اختیار دارد و اضافه کرد که دکمه او کار می دهد و بزرگتر و قویتر از دکمه است که رهبر کره شمالی برای استفاده از سلاح هسته‌ای دارد. رئیس جمهور امریکا همچنان تاکید کرد که سخنان زشت ضروری و مفید می باشد. شما باید یک برخورد مشخص داشته باشید و باید برای انجام کارهای مشخص آماده باشید و من برای آن آماده هستم. سناتور بن کاردن، ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنا، ضمن انتقاد از واکنش دونالد ترامپ در برابر رهبر کره شمالی، آن را شرم‌آور، غیر مؤثر و خطرناک خواند. ما ضرورت داریم تا کره شمالی را بیشتر منزوی سازیم، اما بعداً بر دیپلماسی نیز فشار را زیاد کنیم، زیرا راه‌های حل خوب نظامی وجود ندارد. به خاطر تغییر وضعیت ما باید فشار بر کره شمالی را زیاد کنیم و این کار به این معناست که به خاطر پایین دادن به این بحران ایالات متحده با چین، ژاپن و کره جنوبی مشترکاً کار کند. سناتور کاردن همچنان مذاکرات میان کره شمالی و کره جنوبی را یک نشانه خوب برای حل بحران کره شمالی خواند. سیاست خارجی یک سلسله موضوعات عمده مربوط به سیاست داخلی نیز وجود دارد که در جریان هفته سیاسیون در واشنگتن را مصروف نگاه خواهد داشت. از جمله میتونیم بگویم که مسئله تمدید بودجه حکومتی است، به می ترتیب بحث روی بودجه اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو است و همچنان بحث های داغ در کانگرس روی موضوع یا رسیدگی و موضوع آن عده از پناهجویان هستند که در ایام کودکی به طور غیر قانونی وارد کشور شده اند. آقای لامه، تشکر از شما. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که به منظور سفر رسمی 3 روزه به چین رفته است، میگوید که راه ابریشم از لحاظ تاریخی تنها به چین تعلق نداشته و همه کشورهایی که جاده های راه ابریشم از آن میگذرند باید از این راه نفع ببرند، نه اینکه از این جاده ها با مثابه یک شکل جدید استیلاگری استفاده شود. آقای مکرون امروز با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، نیز ملاقات کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت که چین و اروپا باید به گونه مشترک روی برنامه یک کمربند یک راه کار کند. هدف این برنامه احیای راه ابریشم به گونه عصری آن است. امانوئل مکرون گفت که راه ابریشم نمیتواند یک طرفه باشد. قابل یادآوری است که افغانستان نیز در طول تاریخ بخش مهمی از راه ابریشم بوده است. با سپری شدن حدود 40 ساعت از واقعه تصادم کشتی نفتکش ایران با یک کشتی چینایی، هنوز هم نشانه های از عمله کشتی نفتکش دیدن نشده و مقامات امروز گفتند که این نفتکش حریق شده در نزدیکی سواحل چین با خطر انفجار و غرق شدن مواجه شده است.
کشتی نفتکش ایران 136 هزار تن نفت خام را حمل می کرد که در دریای شرقی چین با یک کشتی ثبت شده هنگ کنگ به نام ایسی کریستال که حامل غله بود تصادم کرد. در این حادثه تمام سرنشینان کشتی ایسی کریستال نجات داده شدند، اما 32 تن از خدمه کشتی ایرانی ثبت شده پاناما ناپدید شدند که از آن جمله 30 تنشان ایرانی و 2 تنشان بنگلادشی اند. عملیات جستجوی آنان ادامه دارد. در نتیجه انفجار بم تعبیه شده در یک موتر در سوریه حداقل 23 تن جان باختند. قرار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، این انفجار دیروز یکشنبه در شهر ادلب که تحت کنترل شورشیان است رخ داد. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه ادعا نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که هدف این حمله انفجاری پایگاه های یک گروه شورشی بود. شهر ادلب سوریه تحت کنترل چندین جناح شورشی قرار داشته که متبارزترین آن یک گروه مرتبط به القاعده است. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. 75مین دوره جشنواره جوایز گلدن گلوب دیشب در شهر برلی هیلز در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. نکته قابل توجه در جشنواره دیشب این بود که اکثر بانوان اشتراک کننده به خاطر اظهار همبستگی با جنبش تایمز اپ لباس‌های سیاه بر تن کرده بودند. جنبش موسوم به تایمز اپ در اعتراض به آزار و اذیت جنسی در هالیوود و سایر محلات کار راه اندازی شده است. اخیراً ادعاهای پیهم هنرپیشگان هالیوود مبنی بر آزار و اذیت جنسیشان خبرساز گردید. میزبانی جشنواره گلدن گلوب امسال را ست مایرز بر عهده داشت که در تبصره‌های خود برخی چهره‌های متهم شده به سوی رفتار جنسی را به طعنه گرفت. در جشنواره دیشب جایزه بهترین هنرپیشه زن به فرانسیس مکدورموند و جایزه بهترین هنرپیشه مرد به گری اولدمن داده شد. فیلم سه بیلبورد خارج از ایبنگ جایزه بهترین فیلم سال را صاحب گردید. هر سال هزاران زن قرقیزستانی اختطاف می شوند و مجبور به ازدواج اجباری می گردند. اختطاف عروس در این کشور غیر قانونی است، اما تا کنون افراد این کار را انجام می دهند و در برخی از قضایا اعضای خانواده زن نیز در آن دست دارند. قرار آمار سازمان ملل متحد حداقل 12 هزار زن سالانه در قزاقستان اختطاف می شوند. عروس ملبس با لباس عروسی با خوشحالی برای عکس گرفتن در بشکک حضور می یابد. اکثر عروس و داماد در اماکن معروف شهرشان عکس های خاص عروسی خود را می گیرند، اما تمام عروسی ها مشابه هم نیستند. گلشن ترودوبایف 30 ساله که برایش مشکل است در مورد حادثه اختطاف 3 سال قبل صحبت کند. در سال 2014 او بعد از تکمیل تحصیلاتش به حیث خبرنگار کار میکرد. او آرزو داشت در مسلک خود موفق شود. او بعد از اینکه قبول کرد در موتر کسی از سر کار به خانه برود، اختطاف شد. من در فاصله کم بعد از اینکه قانون بر علیه اختطاف عروس ها وضع شد، اختطاف شدم. نظر به قانون اختطاف کننده، الا 10 سال زندانی می شود. قبل از آن چیزی نبود. دزدی مواشی فقط 2.5 سال زندان قید داشت. اما اختطاف عروس معنی نداشت. اما وضعیت اکنون تغییر کرده است. سال گذشته سرگذشت ترودوبایوف در قالب داستان یک سریال انیمیشن یا کارتون توسط تاتیانا زلنسکیا ساخته شد. این سریال به نام زمانی که من اختطاف شدم داستان تلخ زندگی زنان قرقیزستانی را بیان می کند که قربانی اختطاف عروس شدند. هر کدام سرانجام متفاوت دارد. با نمایش این کارتون مردم واکنش مختلط نشان دادند. برخی با نوشتن نامه از او به خاطر برجسته ساختن اختطاف عروس تشکری کردند، اما برخی دیگر آن را رد کرده و اختطاف عروس را قبول کردند. مردم مرا متهم به دریافت کمک مالی از غرب نمودند و آنها گفتند که یک کارتون احمقانه را ساختم و هیچ کسی در این کشور اختطاف نمی شود، در حالی که می دانیم که واقعیت ندارد. زلنسکی از مردم می خواهد در مورد این معضلت در کشورشان حرف بزنند و امیدوار است باعث تغییر اذهان گردد.
امیدوار هستم که مردم بحثی را آغاز کنند، به خاطر که باید روی این موضوع بحث صورت گیرد. مهمترین نکته این است که حل هر مشکل از حرف زدن درباره آن شروع می شود و راه حل پیدا خواهد شد. محققین می گویند اختلاف ها یک سوم ازدواج هایی که در قرقیزستان صورت می گیرد را تشکیل می دهد. برای یک بانوی مستقل همچون گلشان تردوبایف اختطافش کاملا یک شوک بود. آنها تلفن مرا از پیشم گرفتند و مرا مجبور به نشستن کردند. آنها مرا هر چیز میگفتند، توهین میکردند و میگفتند تو کی هستی که به اطاعتی میکنی؟ تمام دختران همین طور عروسی میکنند و تو کدام دختر خاص نیستی و مانند دیگران هستی. در برخ قضایا خانواده دختر با اختلاف کننده همکاری میکند. در قضیه گلشن خاله اش همه کارا ترتیب داده بود و از گلشن خواسته بود تا با اختلاف کننده خود عروسی کند. معلوم دار بسیار دشوار است و یادم است فکر میکردم که اگر اینجا بمانم با این معنا است تا آخر عمر گرفتار میشوم و برای معنی نداشت که زندگی خود را تلف کنم. من مرد را دوست نداشتم که عشق یک طرفه، حتی اسمش را نمیدانستم و هرگز ندیده بودمش. چطور با همچو آدم تا آخر عمر زندگی خود را سپری کنم؟ گلشن یکی از زنان قرقیزستانی است که ازدواج اجباری با اختطاف کننده خود فرار کرده است. کار ساده نیست. حتی مادر گلشن از اختطاف کننده طرفداری میکند. موقعی که گلشن اخطار کرد که به پلیس تلفن میکند، مادرش گفت در آن صورت دیگر او را به حیث دخترش قبول ندارد. گلشن را مجبور کرده بودند تا یک نامه بنویسد که در مورد اختطاف کننده خود چیزی نگوید و او آزاد بماند، با آنکه او از آنچه سرش گذشته است رنج میبرد. مردم محلی میگویند صورت فرار عروس بیشتر به عنوان تنظیم عقد دختر است. در گذشته مردان بانوانی که دوست می‌داشتند با اجازه خودشان اختطاف می‌کردند، به خصوص که دختر توان هزینه جهیز عروسی را نمی‌داشت. بابوسرا رسکلاوا رئیس مرکز مساوات با حقوق زنان میگوید خوش ندارد که برای آنها لقب اختطاف عروس را بدهند. این کار اختطاف عروس نیست، بلکه اختطاف یک شخص است. یک بانوی بدون اجازه خودش اختطاف می شود و مجبور به ازدواج می گردد. اما جرأت می خواهد که یک خانم از قید اختطاف کنندهش فرار کند. برخی دیگر نمی دانند بعد از فرار کجا بروند. بانک آمار رسمی در دست نیست، اما قرار گزارش سازمان ملل حدود 12,000 دختر قرقیزستانی اختطاف شده اند و بر 2,000 از آنها تجاوز صورت گرفته است. یک تحقیق علمی دیگر از دانشگاه دوک در ایالات متحده تخمین میکند که بین 16-23% ازدواج ها در قرقیزستان نتیجه اختطاف عروس است. ژینا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. تانزانیا یکی از کشورهای فقیر در قاره آفریقاست. اگر روزی قصد کردید که به تانزانیا سفر کنید، در کنار سایر آمادگی ها موارد مهم دیگری را که باید درباره آن آگاهی کسب کنید، ساعت و زمان محلی در آنجاست. اینکه چرا کسب اطلاع در این مورد مهم است، در این گزارش دنبال کنید. این طلوع آفتاب در تانزانیا است. در زبان محلی که زبان سواحلی است، ساعت اول از روشنایی روز اولین ساعت در شبانه روز محاسبه می شود. زمان بندی ما از آغاز این گونه بوده است. این تقریبا مثل میراثی است که ما از پدران خود به ارث برده ایم. من همیشه شاهد بودم مردم با جای اینکه بگویند ساعت 7 است، گفتند ساعت 1 است. من حتی به فرزندانم این گونه آموزش می دهم، چرا که پدرم این گونه به من آموخته است. لوسونگا بنلا معلم اهل سواحلی دانش آموزان و کارمندان خارجی را راهنمایی می کند. در سواحلی ما 12 ساعت روز و 12 ساعت شب داریم. زمانی که آفتاب غروب می کند ما ساعت را از 1, 2, 3, 4 و ما همان گونه ادامه می دهیم تا زمانی که روز دوباره آغاز شود. کارشناسان به این باورند که این سیستم بعد دلیل نزدیکی تانزانیا به اکوادور امکان پذیر شده است. زمان در سواحلی منحصر بر تانزانیا نیست و زبان سواحلی توسط میلیون ها نفر در افریقای شرقی تکلم می شود. اما برعکس همسایه های تانزانیا، این کشور زبان سواحلی را زبان رسمی خاک خود برگزیده تا آن را به عنوان شاخص و غرور ملی آن کشور معرفی کند. زمان سواحلی نسبت به زمان انگلیسی که در دوره استعمار معرفی شده بود غالب است، اما نشانه هایی از تغییر مشاهده می شود. مشتری به شما می گوید که او ساعت 5 عصر حرکت خواهد کرد، اما من 11 صبح آنجا می روم چون برای ما 5 عصر 11 صبح است. اما این تعاون در زمان سردرگمی ایجاد می کند. با این حال باشندگان بومی سواحلی به این باورند که زمان این منطقه برای همیشه ماندنی است.
و در این بخش برنامه میپردازیم به نظریات بیننده های ما در صفحه فیسبوک صدای امریکا که برنامه را به طور زنده تماشا کردند. همکارم جیلا نوری نظریات شما را مرور کرده و در استودیو با ماست. جیلا جان، در اول اگر بگوییم که پاسخ بیننده ها به پرسش امروز ما در فیسبوک چی بوده؟ خواجه سلام خدمت شما و خدمت بیننده ما که در یوتیوب و فیسبوک صدای امریکا برنامه را به طور زنده تماشا میکنین. در پاسخ پرسش برنامه ما یکی از بیننده ها به نام شفیق نوری چنین نظر داده: بار که تمام رهبرای طالبان در افغانستان نیستند، اما امکان از وجود دارد که برخی از آنها در خاک افغانستان اقامت داشته باشند، چرا که بیش از 40% خاک افغانستان زیر حکومت طالبان است. بیننده دیگه به نام جواد صمیمی نظر داده گفته که گفته های اخیر رهبر محافظ ملی بر مبنای قد نبوده، بلکه بر جلب اعتماد بر پاکستان است که اسم کمک مالی میکنه. پاکستان با نشر اسمای گروه تروریستی مشخص ساخته که خاکش پناهگاه دهشت افغان است. شما تبصره کاملی بیننده در صفحه فیسبوک صدای آمریکا میتونن که دنبال کنید. اما در میان گزارش صدای آمریکا که در رسانه‌های اجتماعی بیشتر منعکس شده، گزارشی در مورد باجگیری طالبان از موتورهای ترانزیتی در غرب افغانستان بود که بیننده از به بیش از 180 هزار میرسه و در میان ده‌ها تبصره دوستا که دریافت کردیم، اکثر افغان‌ها از باجگیری در برخی شهرها و بندرها شکایت کردند. و در میان سایر پست‌های جالب در رسانه‌های اجتماعی امروز، کری گارسی، ادیتور در سرویس چینی در بی بی سی که مدت 30 سال در اداره کار می‌کرد، در اعتراض به عدم معاش مساوی با مردا در این پست وظیفه‌اش ترک کرد. این نظرات زود با واکنش‌های با هشتگ جندر پی گپ یا معاش جنسیتی همراه بود که در رسانه‌های اجتماعی انعکاس یافت. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات جالب رسانه‌های اجتماعی. برای دنبال کردن برنامه‌ها و گزارش‌ها با بعد از نشر برنامه میتونید به حساب توییتر صدای آمریکا بپیوندید. آدرس ما را یادداشت کنید: VOA دری افغان. با امید از اینکه باز هم بینید ما در فیسبوک و صدای آمریکا یوتیوب صدای آمریکا باشین. بابا جان تشکر از شما. و حال نوبت میرسد به مرور رویدادهای جالب در گوشه و کنار دنیا. از همکارم خدیجه هما الکوزی میشنوید. اسرائیل: مامورین شاروالی و علاقمندان بازی لیگو برج را از دانه های بازی لیگو به ارتفاع 26 متر در یک شهر ساحلی طراحی کردند که جایزه جهانی گینس را به دست آوردند. در ساختن این برج بیش از 500,000 دانه های پلاستیکی لیگو کار گرفته شده است. طبق گزارش مسئولین جهانی گینس، ریکورد قبلی 35 متر ارتفاع داشت. هند: یک زن هندی با اجرای ورزش یوگا در طویلترین زمان توانست جایزه جهانی گینس را کسب کند. کاویتا این ریکارد جدید را در اجرای ورزش یوگا در 103 ساعت متواتر به دست آورد. ورزش یوگا برای انسانها انرژی، شادابی و آرامش بیشتر می بخشد. روسیه: ورزش اسکی در روسیه علاقمندان زیاد دارد که هر ساله روش های جدید توجه آنها را جلب می سازد. مسیرهای کوه ها در این کشور هزاران نفر را برای انجام اسکی به سوی خود می کشاند و این مناطق با روش های متفاوت اسکی در بین مردم محبوبیت خاص دارد. کره جنوبی: در جشنواره فرهنگی کیمچی در سیول بیش از 2300 نفر اشتراک داشت که حدود 400 نفر آنها را سیاحی تشکیل داده بود. در این جشنواره آنها بیشترین ترشی را به نام کیمچی از ماش، نمک، کرم، زنجبیل، سیر و ساس آماده نمودند که این نوع ترشی برای صحت بسیار مفید ارزیابی شده است. و در اخیر هم خبر از جهان علم و دانش. شرکت خصوصی فضایی موسوم به سپیس اکس در نخستین برنامه فضاییش پس از آغاز سال نو میلادی یک ماهواره سری را توانست پیروزمندانه به مدار بفرستد. راکت موسوم به فالکن یا شاهین مربوط شرکت خصوصی سپیس اکس که حامل این ماهواره بود، شب گذشته از مرکز پرتاب سفینه ها در ایالت فلوریدای امریکا به فضا پرتاب شد. دقایق پس از پرتاب بخش‌های از این راکت که قابلیت استفاده دوباره را دارد به گونه مسئول به زمین برگشت. نام مستعار این ماهواره زوما بوده و در یک مدار ناشناخته سیر خواهد کرد. همچنان مأموریت این ماهواره و این که مربوط کدام اداره حکومتی بوده مخفی مانده است. ورزش مانع اعتیاد به مواد مخدر می شود.
و صحت شما را بهبود می بخشد. و مواد مخدر نبگویید و زندگی سالم لذت ببرید. مواد مخدر قاتل خاموش. بخش دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا در همین جا پایان یافت. در نیم ساعت بعدی همکارم احمد شکیب دوست با تازه‌ترین ها میزبانتان خواهد بود. خدا نگهدار.